قسمت بعد میخوایم راجب به توی هواپیما صحبت بکنیم ببینید یه قاعده کلی شما اگر بتونی توی یک وسیله حمل و نقلی به ایستی ایستاده واستی ایستاده واستی یعنی واستی دیگه از پرپوزیشن آن واسهش استفاده میکنیم نه الزامن به این معنا که شما تا مقصد واسدی یا مثلا تو هواپیما که تا مقصد وا نمیست البته بریتیش ایرویز مثل که یه سری مسافر ایستادم میگیره یه چند سالی ولی حالا یادم نیست شاید اشتباه میگه اگر ایستاده بتونی واسی نه از تا مقصد اینو میگیم آن مثلا آن در پلین هواپیما میشه واسداد رو اسب میتونی واسدی داشته پس آن مثلا آن هورس استفاده میشه اما اگر نتونی باسی توش اینجوری میری توش حال، خب، این میری درون میری این یعنی پرپوزیشن این استفاده میشه مثل تاکسی مثل ماشین خب یعنی به عنوان قاعده کلی یادت باشه ماشین و تاکسی با این بقیشون با آنه مثلا بوت با آن، به معنای قایق بقیه آنه دیگه آن این اکثر هم من خودم خیلی خوشم میاد از مربوط به موضوع بحث آنفلانزا و کرونا که این هواپیما هم ماسک زده بحث سفر هایی که این مدلی شده بریم راجع به توی هواپیما صحبت بکنیم این تصویری که شما میبینین بهش میگن کاکپیت کاکپیت در واقع کابین هدایت کابین خلبانه اونجایی که خلبان میشینه و هدایت میکنه است یه نفر پایلت که توی عکس اینه این پایلته جی چهار تا خط داره این کوپایلت کمک خلبانه پایلت و کوپایلت این کلمات رو بد نیست بدونیم حالا یه عبارت های جملاتی که معمولاً بچه ها دوست دارن توی کابین رو ببینن یا حتی بزرگترا واسهشون جالبه من خیلی دوست دارم کابین رو ببینم این که جملاتی که معمولاً خلبان میپرسن من میتونم توی کابین خلبان رو ببینم کابین خلبان میشه چی کاکپیت گفتیم درسته میگیم می آی سی اینساید the کاکپیت can آی سی هم میتونم بگم اب نداره می حالت اجازه ای داره می آی سی می آی سی اینساید کاکپیت خب بگم آقا پسرم مایسان میتونه داخل کابین خلبانو ببینه می آی سی می, اه... می دیگه سی اینساید کاکپیت یعنی سی اینساید کاکپیت که ثابته پسرم میتونه ببینه رو بگو خدایت میشه مایسان چی میشه می مایسان یا کن مایسان حالا با کن اینو نوشیم می مایسان یا کن قشنگه ماست کن مایسان سی اینساید د کاکپیت دخترم اجازه داره میتونه توی کابین خلبانو ببینه دخترم میشه می داتر داتر هم ریشش فارسیه بوده تر که توی فارسی تغییر پیدا کرده به دختر و توی انگلیسی داتر داتر بریتیش دوتا American daughter. دخترم میتونه کابین خلبانو ببینه چه با کن چه با می Can my daughter see inside the cockpit این از این ها جملات کاروردی میتونه باشه که توی هواپیما ها ممکنه بخواین از از در واقع مهماندار خلابان اجازه بگیم که توی کابین رو ببینیم خب این خانوم مهماندار هستن فلایت اتندنت 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 دنت هر وقت دیدی کلمهای تلفظش بسد سخت تیکه تیکش کن ببین دنت دنت اتندنت 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 فلایت فلایت اتندنت فلایت اتندنت یعنی مهماندار این صندوقی که بالای سرمون هست حالا من بهش میگم صندوق نمیدونم چی بهش میگیم میگیم overhead bin bin یعنی سطل سه recycle bin دیدیم توی خود کامپیوتر هم داره بین، overhead overhead یعنی بالای سر overhead bin یا overhead compartment compartment یعنی آه. یه بخش یه تو هم یک space یک فضایی overhead compartments دو تاش درسته بین فکر میکنم از compartments مخصوصا نظر تلفظی راحت تر باشه بین رو استفاده کنیم overhead bin overhead bin مثلا اینه حالا کجا به کار میره چه جوری به کار میره میگم کیف تو بذار تو صندوق بالای سر صندوق بالای سر چی میشه overhead bin overhead bin بذار چی میشه هم تو اسفل put put استفاده کنی هم stow سو یعنی جایگذاری کردن یه همچین چیزی اینو بعد از من تکرار کن stow your bag in the overhead bin stow your bag in the overhead bin stow your bag in the overhead bin دوباره stow your bag in the overhead bin مرسی میتونیم پوت بگی put your bag in the overhead bin بگو پوت همینجا نوشتیمشم بگو لطفا در صندوق رو ببندید چی میشه؟ لطفا که پلیزه بستن که کلوزه این صندوقم که اوورهد بینه جمله چی میشه؟ پلیز رو میتونی اول بگی یا آخر بگی میگیم کلوز the اوورهد بین پلیز یا پلیز کلوز ده اوورهد بین به عنوان یک قاعده کلی هر وقت یک جمله امری میخوای به کسی بگی خوب حتما پلیز اولا استفاده بکن حالا اینجا پلیز ننوشیم از پلیز استفاده بکن مودبانه میشه خب اگر جمله رو با فعل شروع کنی جمله امریه close the door در رو ببند open the door در رو باز کن یا مثلا put your back here کیفت بذار here اینجا put your back here خب این در واقع یه قاعده یه کلیه منفیشه بخوام بگیم با don't میگیم close the door Don't close the door. فقط هم با don't میگه. Put your bag. Don't put your bag. Drink some water. Don't drink water. ها خب، این این. من میتونم در طول پرواز صندوق رو باز کنم. سوالی که ممکنه داشته باشی. مثلا آقا پرواز من هفت ساعت است. من مثلا این وسط کیف دستیمو گذاشتم بالا دو سر دیگه باید قرص بخورم همین پاندر هم که من اجازه دارم این در رو باس کنم میتونم باس کنم میتونم چی میشد؟ گفتیم اجازه میخوام بگیرم میتونم با may I یا can I میگه can I open the overhead bin during the flight در طول پرواز during the flight can I open the overhead bin during the flight can I open the overhead bin during the flight, flight? تکرار کن Can I open the overhead bin during flight? May I هم بگی کاملا؟ صحیح خب من کیفمو توی صندوق گذاشتم یه وقتی میخوای اینو بگی مثلا کیفت توی صندوقه میخوای مثلا برش داری یا به کسی خبر بدیم که کیفت کجاست میخوام مثلا قرص هم توش بردارم کیفت کجاست مثلا گوشیم توی کیفت بود من میخوام یه کیفم توی صندوقه و میخوام اجازه بگیریم میگی من کیفم گذاشتم اینجا میتونم برش دارم میخوام مثلا قرص بردارم کنا هویت میتونم داشته باشمش کیفم توی صندوق رو گذاشتم چی میشه I stowed my bag in the بین bin. هم stood. همون استوتی که بود گفتیم بزار گذاشتش میشه گذاشتم با شتود ایدی میگیم هم خود پوت رو میتونیم صحبت کنیم پوت گذاشتش هم پوته پوت پوت او نه ایدی میگیره نه هیچی I put my bag into your head بسیار رولی